چرا اونجوری نگاه میکنی؟ من واقعا منظور خاصی نداشتم، چشمم افتاد، ببخشید. یعنی چی عوضی ببخشید؟ ها؟ مشکلت چیه؟ به اومینم. من مشکلی ندارم، گفتم که ببخشید. نبخشم چی میشه ها؟ چی میشه؟ دعوا رو ننداز، برو پی کارت. میرم پی کارم؟ عوضی تو داری به من دستور میدی؟ من باید به تو دستور بدم؟ تو حق نداری به من دستور بدم؟ چی شده؟ بلش کن بابا، بلش کن. خیلی خوب، بگو ببینم چی میگی؟ چی هست؟ چیره من میخوایی؟ یا نخشی؟ دستم دارم برمیگری یا نه؟ گفتم بهت ببخشی؟ بنام خواهد بری کنار، به عبد دارو ببینم، گم شو برو پی کاره. بهت میگم گم شو، بعد نگاه کرد. همین الان زود باش. نگات کرده؟ مگه تو به کسی نگاه نمی کنی؟ حالت خوبه؟ پاشو ببینم، یکم کتک خوردی، چیزیت نشده که. بریم دست و صورتتو بشورم، یکم حالت بهتر میشه. پاشو. آفرین دختر، بلند شو، خوبه. پاشو. برو. خیالت راحت باشه، من اینجام، کسی اذیتت نمی کنه. خیلی ممنون که کمکم کردی. به تشکر نیازی نیست، چون این دفعه من کارتو تموم میکنم. مگه من چی کار کردم؟ هیچی، فقط اگه تو رو بکشم به هم پول میدن، میخوام به خاطر پول بکشم. لحظه دیگه، صورتت مثل قبل نمیشه که. به خدا من با تو مشکلی نداشتم، فقط نگاه دستابم خورد کرده بود. زندبان، زندبان. چشاتو باز کردی؟ بیا ببینم برات سوپ پختم، یکم بخوری حالت خوب میشه. خب ممنون مامان، ممنون. چطوری؟ حالت بهتر شده؟ چطور میتونم خوب باشم مامان؟ وقتی به حساب کارولین رسیدم، با امید خدا خوب بشم. با ازدواج کردم با اون زنی که یه آشغال، کار خیلی اشتباهی کردی، به خاطر اون زندگی تو خراب کردی، جمیله و بچه ها رو پریشون کردی. الان دیگه رفته، از دستش راحت شدی، طلاقش بده، بره پی کارش، به فکر این نباش که به حسابش برسی و از این حرفا دیگه. یعنی چی مامان؟ یعنی کاری که کنن و اون کردن بی جواب بمونه؟ نه. دیوونم نکن، ذات اون زنی که خرابه، تازه عقلت سر جاش اومده، میخوای ازشون انتقام بگیری؟ ولشون کن دیگه، فراموش کن، اتفاقیه که افتاده و تموم شده. خدا رو شکر کن که راحت شدی، گوسفم بکش. تنها کسی که باز به فکرش باشی مصطفاست، به فکر این باش که مصطفا رو ازش بگیری، بقیه رو ولش کن. اینو بگیر مامان، دست درد نکنه، دیگه نمیتونم بخورم. نمیخوری؟ شام کور شد. آره دیگه کور شدی. آخ مامان،
آخ. سلام جمیله. چه خبر مامان؟ حال علی چطوره؟ همونجوری خوابیده، یه ذره سوپ خورد. خوبه، بهتر استراحت کنه. میگه ازشون انتقام میگیرم، میگه به حسابشون میرسم، میترسم یه کاری بکنه بلایی سرش بیاد. صبر کن مامان، هنوز درست حسابی نفهمیدیم چی شده. بذار یکم زمان بگذره، شاید آروم بشه. یعنی تو هم باید باش حرف بزنی. من امشب اینجا بمونم. باشه پیش علی. باشه باشه، اگه چیزی شد به هم زنگ بزن. باشه 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 مامان. آها، ما امروز میریم مدرسه عثمان. آخه امروز تئاتر دارن. آخه عزیز دلم، از طرف من روی عثمانو ببوس. باشه مامان جان، رفتم. خداحافظت. خداحافظ. آ دختر خوشگل من، قربونت برم، اومدی بیرون دور بزنی عزیزم، اومدی بگردی دخترم. عزیزم هوا سرد شده، زود ببرش خونه تا سرما نخوری. چشم نگران نباشی عزیزم. بای 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 بای. سلام آقا ندیم، خوش اومدیم. سلام جمیله خانم. حاکم بهم گفت که کارگاه باز کردین، اومدم که تبریک بگم. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. بفرمایین اونجا بشینین، بفرمایین. من برم گلا رو بذارم تو گلدون. سلام خانم، وکیلم آقا ندیم. سلام. سلام. چطوری؟ خوبم، شما هم خوبین؟ معلومه که کار روحیتون عوض کرده. خوبم. کارا چطور پیش میره؟ کار میکنیم دیگه. میدونین یه روز دادگاه شما افتاده جلو. بله. شما چی میگی؟ نظری ندارم. من وقتتون رو نمیگیرم. کار دارین. روزتون بخیر. روزتون بخیر. روز بخیر. دوباره تبریک میگم. متشکرم، خیلی ممنون. خواهش میکنم. مامان، بهتر نیست برای کارگاه یه گلدون خوشگل بگیریم؟ انگار این آقا هر روز میخواد برات گل بیاره. به کارت برس ببینم. ولی خدای آدم با شخصیتیه. این دادگاهش این ماهه. اینم در مورد آتش سوزی کارخونه نخه. اینم باید بررسی بشه. برای اینم باید دوباره بازجویی بشه. پلین، مجبور نیستی استعفا بدی. من مجبورم آیتن. چی کار کردین؟ همه یه پرونده ها رو به آیتن تحویل دادم و توضیحات لازم رو بهش دادم. باشه، دلیلش رو نمیدونم اما خیلی ناراحتم که دارین از اینجا میریم پلین خانم. کاش که نمی رفتین. منم ناراحتم اما کاری نمیشه کرد. در اینجا همیشه براتون بازه، هر موقع بخوان میتونین برگردین اینجا پلین خانم. خیلی ممنون. خداحافظ آیدن. Mm.
خداحافظ احمد آقا. به سلامت دوست عزیزم. مینا مجبوریم بعدم بیم، فرصت مناسبی نیست. خواستم یکم زهرا حال هوا شود. کار خوبی کردی چیان دخترم. دختر عزیزم اومدی بیرون ها؟ دختر خوشگل من اومده بیرون. غذاشو خورده؟ خورده. زیاد که بیقراری نکرده؟ نه آروم بود. زندانبان نهال چرا نیومده؟
کدوم نهال؟ نهال ایزاردا. اون امروز نمیتونه بیاد ملاقات. چرا نمیتونه بیاد ملاقات؟ چرا امروز نمیتونه بیاد ملاقات؟ میشه بگی؟ خانم محترم مواظب باش. سلامته داداش سلیمان. میگن امروز نمیشه نهالو دید. میدونم اینجا نمیشه حرف بزنیم. داداش سلیمان چی شده؟ بگو دیگه. خبری که میخوام بدم خوب نیست. اتفاقی برای دخترم افتاده؟ تو زندان به نهال حمله کردن. زخمیه، خطر مرگ نداره ولی خیلی زدنش. کی این کارو کرده؟ مهم نیست کار کیه، سر 2000 پول این کارو کردن، ولی به راحتی میشه فهمید که این کار دوستای حقیه. همین و تقصیر توه. خانم لطفاً خودتون رو کنترل کنید. آروم باش خانم. لطفاً آروم باش خانم. داداش اگه دوباره بهش حمله کنن چی؟ کسی که این کارو کرده الان تو انفرادیه، تازه دیگه قرار نیست توی زندان بمونن. من حرف زدم. الان کجاست؟ تو درمونگاه. عزیزم این برنامه برای بچه ها خیلی واقعا یا بشین اینجا. خب از کی شروع میشه؟ همین الان شروع میشه. چیزی هم خوردنی آوردی؟ استعفا دادی؟ آره مامان، امروز برای آخرین بار رفتم پرونده ها رو تحویل دادم. خیر باشه دخترم. متر هنوز نیومده، شاید کاری براش پیش اومده. شروع شد. آینه آینه به من بگو تو این دنیا کی خوشگل تر از منه؟ زیبایی شما زبان زده یک دنیاست پرنسس. ولی خوشگلتر از سفید برفی تو این دنیا نیست. خوشگل من، خدا حافظ. چی شده؟
بابو. هستی که منو بوسیدی. گلتنم اولین دختری بود که من میبوسیدمش، اما من نتونستم اینو بهش بگم. غرور مردونه مانع شد. اگه بخوایم بدونین که غرور مردونه شبیه چیه، میتونم تو جواب بگم که مثل شیرینی یا شکلات میمونه، یا اینکه حبابای توی نوشابه. دیدین چطوری گلتنو بوسیدم؟ راستی من اولین مردی بودم که گلتن رو بوسیده. خودش به هم گفت. عزیزم، دختره به هر پسری که ببوسنش همینو میگه. نه خیرم، گلتن امکان نداره دروغ بگه. بوسش کردم. بذار یکم بگذره، یه کار دیگه پیدا میکنی. هاکانم چیزی نمیگه، اون نمیخواست تو اتحادیه کار کنی. حالا ببینیم، به مرور زمان مشخص میشه. تو چطوری؟ راستش با خبری که شنیدم باید خوب باشم، ولی نمیتونم. چه خبری شنیدی؟ سونر داره میره. کجا؟ نمیدونم، فکر کنم انگلیس. دفعه قبلم رفته بود اونجا. کی بهت گفت؟ خودش گفت. رفته بودم کنسرت مته، اونجا دیدمش. ازم خدافظی کرد. آیلین، باید به سونر بگی که حامله ای. باید بدون پدر بچه‌ای که تو شکمته خودشه. نمیشه آبجی، نمیخوام. اگه بدونه به خاطر بچه از رفتن منصرف میشه، اینجوری برمیگرده پیشم. نباشه خیلی بهتره. هرچی هم که باشه، پدر بچه‌ای که تو شکمته سونره، حقشه که بدونه. من اینجوری فکر نمیکنم. الو؟ الو؟ من کارولینا کارسو هم، چند دقیقه پیش زنگ زده بودم. میخوام با سونر تالا شغلی صحبت کنم. یه لحظه صبر کنین لطفا. بله. آقای سونر، کارولینا کارسو کارتون دارن، میخوان تلفنی باهاتون حرف بزنن. کارولین؟ نمیخوام حرف بزنم، بگو کار داره. چشم قربان. آقای سونر الان تو جلسه هستن، نمیتونم با شما حرف بزنن خانم. باشه، خیلی ممنون. اگه میری خونه من برسونم. مرسی، بابا میاد دنبالم. نگاه کن اومده. خیلی خوب، برو میبینم. خوب، امروز چطور گذشت؟ خوب، روز شما چطور گذشت؟ ای، بد نبود.
انگار تو فکری بابا. از چیزی ناراحتی؟ نه، امروز یه اتفاقی افتاد، نفهمیدم معنیش چی بود. فکرم همش اونجاست، در مورد سونره. در مورد سونر؟ پروژه بزرگی بود، به خاطر همین بهش زنگ زدم، گفتم بیا با هم تو شریک بشیم، قبول نکرد. خب اونم مرد کسب و کاری بابا، شاید میخواد یه کاری برای خودش بکنه. درسته، امکانش هم هست، منم چیزی نمیگم، اما اگه میگفت ببخشید من میخوام تنها این پروژه رو بگیرم موضوع فرق میکرد. البته سونر همچین چیزی هم نگفت. خب پس چی گفت؟ گفت میخوام از زندگی کاری بیام بیرون و میخوام برم یه جای دور و از این جور حرفای عجیب و غریب. یعنی اصلا این حرفا به سونر نمیومد. تعجب کردم. بیاتون. اجازه میدی من برم آقا؟ تا الان نرفته بودی؟ نه. برو. میخواین چراغا رو براتون روشن کنم؟ نه، نیازی نیست. باشه، شب بخیر. شب بخیر. مصطفی بالاست؟ ملکه پیششه. من تا کی تو هتل میمونم؟ یه خونه لازمه، باید حساب کشی کنم. کم مونده، یه کاریش میکنم. شما خیلی کار دارین، من پیش تو بمونم؟ فکر کنم دیوونه شدی. اون خونه مال سلما هستن، در ضمن من هنوز شوهر سلما هم. بعد اینکه همه داراییشو گرفتم، خواستی تو خونه بمون یا تو ویلا یا تو قصر؟ چی کار میخوای بکنی؟ سلما بردادگاه مشخص میشه که دیوونه نیست. تا روز دادگاه باید سندهای شرکت رو پیدا کنم. بگو محافظات سلما رو بدستن. به همین راحتی هم نیست. سلما رفته دادگاه و شکایت کرده که هر بلایی سرم بیاد تقصیر کنانه. در زم جمیله هم هست، اگه بلای سر سلما بیاد سری میاد سراغ من. سلما رو این دفعه توسط جمیله تو تله میندازم. اون دلش نمیاد جمیله طورش بشه. پس من بعد یکم بهت کمک کنم. چطوری؟ جمیله دوباره داره تو جای قبلش کارگاه باز میکنه. دستگاه خریده. با کدوم پول؟ میخواد از بانک وام بگیره. من میگم که اگه جمیله نتونه از بانک وام بگیره، نمیتونه پول دستگاه رو هم بده. خب فکر خوبیه نه؟ فکر خوبیه. دخترم در رو باز کن. سلام. خوش اومدی. خوش اومدی پسرم. مته چی شده؟ مامان یکم حالم بده، نمیخوام حرف بزنم، میرم تو اتاقم. پسرم بیا با هم حرف بزنیم، بعدن میری تو اتاقت، نری سو خودت پسرم. ای
امروز رفتم نهالو ببینم. خب تو زندان بهش حمله کردن، حالش خیلی بده. برای چی این کارو کردم؟ نمیدونم، هیچی نمیدونم. داداش سلیمان رفته دنبال این قضیه، امیدم اونه. من میتونم یه تلفن بزنم؟ البته سلما. الو کریم خانم، من سلما. سلما خانم، حالتون چطوره؟ خوبم، خیلی خوبم. از صداتون معلومه، خوشحالم که حالتون خوبه. کنان اونجاست؟ نه سلما خانم، از وقتی شما رفتین اینجا نیومده. کریمه خوب گوش کن چی بهت میگم. بدون اینکه کسی ببینه برو تو اتاق من. توی کشوی آخر میزم لابلای وسایلم یه چند تیک طلا دارم، النگو از اینجور چیزا، اونا رو بردار بیارشون به آدرسی که بهت میدم، باشه؟ شما آدرسو بدید لطفاً. باشه سلما خانم، من میارمشون. منتظرتم. سلما معذرت میخوام ولی ناخواسته حرفاتو شنیدم. طلاهاتو میخواستی؟ چند تیکه طلا دارم، اگه اونا رو بفروشم میتونم یه خونه برای خودم کرایه کنم، یکم هم وسیله بخرم توش زندگی کنم. سلما چه لزومی داره؟ اینجا میمونی دیگه، چه عجله‌ای داری؟ نیست جمیله جون، درست میشه. اگه یه خونه نزدیک کارگاه بگیرم هم با تو کار میکنم هم تا وقت دادگاه اونجا زندگی میکنم. تو خیلی کارا به خاطر من کردی جمیله، ازت خیلی ممنونم، ازت ممنونم، خیلی خیلی ممنونم. من میدونم اتاقم کجاست، میتونم تنها برم. نه بابا این چه حرفی، گم میشی، مشروبم خوردی. درزه من باید به عنوان یه مرد با شخصیت و دم در برسونم عزیزم. رسیدیم. درسته. تو خیلی با من خوب رفتار کردی، شایسته بوس قبل خواب هستی. فکر کنم شایسته بیشتر از اینو باشم، به خاطر همین باهات همسایه شدم. همونطور که قبلانم گفته بودم به خاطر تو هر کاری کردم، به هر چی که میخواستی رسیدی. دیگه دلیلی نداره از چیزی نگران بشی.
این دفعه میرم که دیگه برنگردم آیلین. دیگه نمیام تو زندگیت. دیگه هیچ وقت منو نمیبینی. اگه ممکنه منو ببخشو خوشبخت باش. خواهش میکنم. باید بهش بگی پدر اون بچه سونره، اونم حق داره بدونه. گفت میخوام از زندگی کاری بیام بیرون و میخوام برم یه جای دور و از اینجور حرفای عجیب و غریب. یعنی اصلا این حرفا به سونر نمیومد. تعجب کردم. صبح بخیر. عجله کن کارولین، تو شرکت کلی کار داری. دیگه مقامت خیلی بالا رفته. مصطفی الان بیدار میشه. من الان میرم پیش مصطفی، بعد میرم شرکت، اونجا میبینمت. باشه.